اعطای ولایت در غزوه حمراء الاسد. چون غزوه احد به پایان رسید و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با همراهان خود به مدینه برگشتند و افراد زخم دیده در منزلهای خود رفته برای استراحت و مداوای جراحات خود آماده شدند، پیغمبر اکرم برای ارعاب مشرکین و عظمت مسلمین که مبادا کفار گمان کنند ضعف و شکست مسلمانان را فرا گرفته و شاید موقع را برای حمله به مدینه منوره و کشتن رسول خدا و اسارت مسلمانان مناسب دیده و به شهر مدینه بتازند، دستور فرمود تمام افرادی که در غزوه احد حضور پیدا کرده اند آماده شده و همگی مشرکین را تعقیب کنند. امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام که در جنگ احد 80 زخم دیده و بسیاری از آنها زخمهای کاری بوده و سراپایش را زخم و جراحت فرا گرفته بود، در منزل رفته و به درمان پرداخت که ناگهان منادی رسول خدا در مدینه اعلام کرد و مجاهدین احد را به تعقیب مشرکین دعوت نمود. مسلمانان با نهایت خستگی و فرسودگی که از جنگ داشتند بی محابا دعوت رسول خدا را لبیک گفتند و آماده برای تعقیب کفار شدند. رسول خدا برای امیرالمؤمنین علیه السلام پرچم جنگ بست و به دست آن حضرت داد و خود با امیرالمؤمنین و مسلمانان تا حمراء الاسد که در 8 مایلی مدینه است پیش آمدند و از طرفی مشرکین قریش در روحاء که در 30 مایلی یا 40 مایلی مدینه است درنگ کرده و تأسف می‌خوردند که چرا در این غزوه پیامبر را نکشتند و می‌گفتند نه محمد را کشتید و نه دختران نورس را به اسارت گرفتید و خود را آماده می‌نمودند که به مدینه بتازند و در این گفتگو و بحث بودند. در حمراء الاسد معبد خزائی که در آن حال مشرک بود رسول خدا را دیدار نمود، ولی قبیله خزائه که مسلمان و کافر آنها همگی محل اسرار رسول خدا بودند و در تهامه یک سره تعهد آنها با رسول خدا بوده و چیزی را از آن حضرت پنهان نمی داشتند. معبد خزائی گفت ای محمد، سوگند به خدا که آنچه بر شما و اصحاب شما در این جنگ رسیده است بسیار بر ما گران است و دوست داشتیم که خداوند این بلا را از شما برمی گردان. معبد از نزد رسول خدا خارج شد و ابو سفیان و همراهانش را در روحاء ملاقات کرد و دید که با هم می گویند ما یکی از سران و اشراف اصحاب محمد را که حمزه باشد کشتیم، ولی قبل از این که بنیان آنها را برکنیم برگشتیم. چون ابو سفیان معبد را دید گفت از مدینه آمدی؟ در آنجا چه خبر بود؟ معبد گفت محمد با یارانش از مدینه خارج شده و با گروهی که از کسرت مانند آن را ندیدم به دنبال شما آمده است و آنقدر یاران او خشمگین هستند که گویی یک قطعه آتشند. ابو سفیان گفت وای بر تو، چه میگویی؟ معبد گفت سوگند به خدا همکنون که از اینجا کوچ نکرده ای طلیعه اسبان مسلمانان را خواهی دید. ابو سفیان گفت سوگند به خدا که ما به اتفاق آراء تصمیم داریم بر محمد و یارانش بتازیم و آنها را از بیخ و بن برکنیم. معبد گفت
سوگند به خدا که من هیچ صلاح نمی بینم. ابو سفیان نگران شد و به سمت مکه ره سپار گشت و فرار را برقرار و حمله اختیار نمود و به نعیم ابن مسعود اشجعی که عازم مدینه بود وعده مال فراوانی داد که برو نزد محمد و یارانش و آنها را هرچه بیشتر از شوکت و قدرت ما بترسان و بگو که همینک ابو سفیان و همراهانش با تجهیزات کافی عازم حمله به مدینه و کشتن محمد و یارانش و اسارت زنان جوان هستند و بگو که میخواهند به کلی بنیان آنها را از ریشه برکنند. ابن مسعود که از منافقین مدینه بود و به صورت ظاهر اسلام اختیار کرده بود به سوی اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله ره سپار شد و آنها را هرچه تمام تر بیم داده و با کلمات موهش میخواست دل آنان را خالی کند و آنها را از سطوت مشرکین در خوف و هراس اندازد و در نتیجه آنها را از قصد و عزیمت حمله به کفار منصرف بنماید. ولی سخنان او مؤثر واقع نشد و رسول خدا و امیر المؤمنین علیهم السلام با اصحاب زخم دیده و جراحت خورده همچنان بر عزم راستین خود باقی بوده و خود را به خدای خود سپرده و گفتند از هیچ پیش آمدی روی نمی گردانیم، هرچه داریم از خداست و او بهترین کفیل و وکیل ماست. در اثر این گذشت و فداکاری که نمودند و در مقابل دشمن به جای آن که وحشت زده گردند یک سر از اراده و اختیار خود بیرون آمده و خود را به خدای خود سپردند، خداوند رشته تدبیر آنها را به دست گرفت و ایمانشان زیادتی یافت و پروردگار نعمت را که همان مقام ولایت است به آنان عنایت فرمود. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. همان کسانی که برخی از مردم به ایشان گفتند مردمان برای جنگ با شما گرد آمده اند پس از آنان بترسید، ولی این سخن بر ایمانشان افزود و گفتند خدا ما را بس است و نیکو حمایتگران است. آن کسان مقصود امیر المؤمنین علی علیه السلام است که با بدنی سراپا زخم دیده لوای جنگ را حامل بوده و یاران صادق و با وفای رسول خدا صلی الله علیه و آله می باشند. سپس می فرماید آنها از جنگ برگشتند در حالی که خدا به آنها نعمت را که ولایت هست عنایت فرمود و از فضل خود آنها را برخوردار نمود و آنها پیروی از رضای نفس خود و آسایش خود در آن موقع خطیر ننموده بلکه از رضای خدا پیروی کردند و خداوند دارای فضل و بخششی بزرگ است. در این حال خدا پیامبرش را نصرت داده و بدون هیچ اثر سوی نه از طرف دشمن و نه از طرف جراحات وارده بر خودشان در جنگ احد با عافیت از نبرد و قوت قلب و ایمان، فضل و شرف و آوازه در بین مردم و با ارعاب دلهای مشرکان به مدینه مراجعت نمودند. البته این نعمت ولایت به تمامی اصحابی که با رسول خدا به همراه الاسد حرکت کردند داده نشده است، بلکه به خصوص افرادی که با ایمان خود گفتند حسبنا الله و نعم الوکیل. شاهد بر این معنا آن که در آیه قبل می‌فرماید آن کسانی که دعوت خدا و پیامبرش را برای حرکت
به دنبال مشرکین بعد از آن که در احد جراحت دیده بودند اجابت کردند، برای افرادی از آنان که احسان کرده اند و تقوا پیش ساخته اند مزد بزرگی است. در اینجا ملاحظه می شود که برای خصوص اهل احسان و تقوا از میان آنان این مزد بزرگ را معین فرموده است و اهل احسان و تقوا را در آیات مورد بحث معرفی می کند که آنان کسانی هستند که گفتند حسبنا الله و نعم الوکیل، در این موقع سخت و حساس خود را به خدای خود سپرده و اراده و اختیار خود را فانی در اراده خدا نمودند. این است معنای ولایت. و نظیر این تعبیر در آخر سوره فتح است، آنجا که خدای متعال صفات افرادی را که با پیامبرند مفصلا بیان می کند و در آخر آن می فرماید خدا به دسته ای از آنان که ایمان آورده و اعمال نیک انجام می دهند وعده آمرزش و مزدی بزرگ داده است.